در مورد کاربرد بعضی کلمات که شما فرمودید، من خدمت شما عرض می کنم. اول این که فلان کلمه کجایی است، تعیین و تثبیت این موضوع کار هر کس نیست، کار متخصصین زبان و کار کارشناسان خاص عرصه ادبیات است، و مخصوصا این مسئله وقتی بسیار خطرناک و بیدادگرانه میشه که دولت ها در این مورد مداخله کنند و این گونه مسائل را با فرمانهای دولتی یا با قرارهایی که از طرف وزارتهای معارف یا وزارتهای مطبوعات صادر میشه حل و فصل کنند. به نظر بنده تمام کلماتی که در تفهیم ابو ریحان بیرونی، بله، در شاهنامه فردوسی، در تاریخ بیهقی، در ازار بیت دقیقی بلخی، در شعرهای ابو شکور بلخی و ابو المویید بلخی و رابعه بلخی و عنصری بلخی و در آثار نظم و نثر حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی و در آثار گرانبهای صنایع غزنوی، در کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی غزنوی، در آثار نظم و نثر مولانا جلال الدین بلخی بزرگ به کار رفته و کلماتی که در آثار نویسندگان بزرگی که از سیستان و بلخ و هرات و تخار و غزنین برخواستند به کار رفته، بله، میراث مشترک ماست. بله. و در داخل حدود و ثغور افغانستان هیچ کسی صلاحیت نداره که یک فارقه یا یک مرز فاصل ترسیم کنه. درست. و بعضی کلمات را بیگانه تلقی کنه. درست است بعضی مفردات و ترکیبات در ایران امروز به کار میره و خاص ایرانی هاست، مثلا آنها به کچالو میگویند سیب زمینی و به بادنجان رومی که ما گوجه فرنگی، بلی. یا در عوض خودخوا مثلا یک کلمه به کار میبرند نانور، بله، و به عوض کلمات زیبا یا قشنگ یا مقبول که در کابل رایج است اونها میگویند تودل برو. بله. اینها به نظر بنده اصطلاحات و تعبیرات خاص ایرانی است. اما تو در بساط افغانستان هم مثلا طرف شمال ماس جرات میگن. و به خدمت شما عرض کنم که باعث مثال ما امروز در افغانستان کلمه پزشک به کار نمیبریم، به جای دکتر یا طبیب. بله. و ما تجویز نمی کنم که این کلمه دوباره رایج شود. بله. من شخصا به همه اقوام ساکن در افغانستان احترام بسیار عمیق دارم و به همه زبانها و لهجه های رایج در افغانستان، بله، احترام زیاد دارم. کوشش ما این است که انگامی که ابن سینا از ماست، ما نباید تنها به نامش اکتفا کنیم. درست. تمام آثار ابن سینا و تمام مصطلحات و مفردات و ترکیباتی که ابن سینا به کار میبره باز از ماست. و گذشته از ما از همه کشورهای منطقه است و یک عده از بزرگان به جهان تعلق دارند. تنها منظور بنده
امینه. چنین است امان گونه که ما به خدمت شما عرض کردم که ما امروز هرگز تجویز نمی کنم که کلمه پزشک به حیث مثال در افغانستان دوباره مورد کاربرد قرار بگیره، استفاده شوه، و یا اگر می شوه او کار تجویز یک اکادمی هست. درست. منتها تمام این مسائل باید بدون مداخله سیاست مداران و قدرت ها و دولت ها صورت بگیره.